دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یوناما گزارش ویژه خود درباره چگونگی حمله به تجمع مسالمت‌آمیز شیعیان در دوم مرداد ماه در کابل را با عنوان حمله 23 جولای سال 2016 به تظاهرات صلح‌آمیز در کابل منتشر کرد. این سازمان گفته است حمله هدفمند 23 جولای به یک قوم و پیروان مذهب خاص باعث تهدید آزادی بیان و گسترش رعب و وحشت در بین افراد شده است. یوناما در این گزارش تأکید کرده که حمله دوم مرداد به شکل عمدی افراد غیر نظامی را هدف قرار داده و از زمانی که این اداره مستندسازی تلفات افراد غیر نظامی را شروع کرده مرگبارترین حادثه افغانستان به حساب می آید. این گزارش همچنین حمله به تجمع صلح‌آمیز شیعیان را نقض آشکار حقوق بشر بین المللی عنوان کرد و گفت می توان این حمله تروریستی را یک جنایت جنگی دانست. یوناما گفته که در این حمله 85 تن جان خود را از دست دادند و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند که تمام آنها از ملیت هزاره و شیعه مذهب بودند. دفتر سازمان ملل در افغانستان در این گزارش پیشنهاد کرده که حقوق اساسی بشری، مذهبی و قومی در افغانستان محترم شمرده شود و برای جلوگیری از خشونت و افراط‌گرایی در کشور افغانستان استراتژی مشخصی در نظر گرفته شود. سنی‌های تندروی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و دولت افغانستان کمیسیونی را به منظور بررسی این حمله تشکیل داد. اما تا کنون نتایج تحقیقات آنها منتشر نشده است.